فدرالیسم که یگانه سیستم مدرن دموکراسی است که امروز در تمام اکثریت کشورهای جهان اول و جهان سوم نتایج بسیار مثمری داشته است. ولیکن در افغانستان با مخالفت حاکمان زمان این مسئله به صورت واضح مطرح شده نمیتوانست. امروز با بعد از بیداری نسل‌های جوان مسئله فدرالیسم یا تشکیل حکومت ایالتی و یا تقسیم قدرت میان ایالت‌ها و مرکز البته مورد بحث قرار گرفت. امروز شنبه 3 فوریه 2024 میلادی بعد از شکست جمهوریت در افغانستان در 2021 اولین بار یک تعداد شخصیت‌های نخبه سیاسی و رهبران سیاسی مجمعی را به نام مجمعی فدرالی خواهان افغانستان تشکیل دادند و امروز به صورت آنلاین حضور یافتند. البته در این مجلس یا در این محفل آنلاینی در حدود 300 اضافه تر از 300 شخصیت نخبه و اندیشمند حضور داشتند و از جمله پیام های رهبران احزاب سیاسی مانند مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، عطا محمد نور رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و استاد حاج محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان ریج قرائت کردید. در این محفل سرور دانش، معاون دوم زمان جمهوریت و همچنان عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی و وکیل پارلمان افغانستان و همچنان یک تعداد وکلا و شخصیت های سیاسی و البته فرهنگی در این محفل حضور داشتن که ما می خواهیم در این مورد البته گزارش کوتاهی را از طرف صدای توران برای شما تقدیم بکنم که در این در محفل امروز در مجمعی فدرالی خواهان افغانستان چه گذشت. طی بیش از 2 سال سیطره و سلطه این گروه بر میهن عزیزمان، ستم و استبداد استخوان شکن بر تمامی اقشار مختلف اجتماعی افغانستان به ویژه زنان و دختران و دیگر گروه های اجتماعی جامعه ادامه دارد. استبداد، ستم و سرکوب طالبانی و باور ما امتداد تبعیض، برتری طلبی و افزون خواهی و حزب سیستماتیک دوره های خونبار تاریخ افغانستان بوده که پیش از هر زمان دیگر کشور را به فروپاشی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو کرده است. مجموعه فدرال خواهان افغانستان در تلاش جلوگیری از این فروپاشی میهنی و رسیدن به همبستگی و عدالت است. پس از فروپاشی امپراتوری ها و شکلگیری دولت های ملی در جهان، سروران گرامی، امروز در این فضای مجازی گرد هم جمع آمدیم تا برای اولین بار یک گام عملی را به سوی آرمان های عدالت خواهانه گذشتگان ما برداریم که ایشان ساختار فدرالی را در افغانستان به خاطر تأمین عدالت اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف با فرهنگ ها، زبان ها و مذاهب متعدد سرمشق مبارزه دادخواهانه خود قرار داده بودند. نظام فدرالی که ما در آن باورمند هستیم متضمن تأمین عدالت اجتماعی، اخوت اسلامی و انسانی، ختم جنگ، صلح واقعی، ایجاد سیستم اقتصاد پایدار، صیانت از تمامیت ارضی کشور،
سیانت واقعی از دین مبین اسلام که هیچگاه و هیچ کسی، هیچ گروهی و هیچ مملکتی در داخل و خارج نتواند عقاید مقدس مردم ما را به بازیچه اهداف شوم سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد می باشد. اجازه بفرمایید به صراحت اعلام بداریم که فرایند دولت ملت شدن در میهن ما شکست خورده است. گسسته ها، انقطاع ها و انقطاب های پی در پی مانع رسیدن به مؤلفه های مهم امنیت، ثبات، گفتگو، یکدیگر فهمی و توسعه پایدار گردیده. نزدیک به 300 سال است به علت استبداد نهادینه شده، سلطه طلبی جنون آمیز قومی و پاره عوامل دیگر در حد و سطح مردمان مانده ایم که در جغرافیای جعلی نه چندان تعریف شده و نظاممند نتوانستیم پا به مرحله ملت شدن و دولت ملت بگذاریم و بر سر هویت همتاب و ارجمند و توافق و اجماع صادقانه برسیم. مجمع فدرال خواهان با وجود اشراف آگاهی بر تک علت نبودن تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی، تجربه زیسته رژیم های گوناگون هم از امارت، سلطنت مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، دولت اسلامی، جمهوری اسلامی و امارت اسلامی، یعنی همین نظام متمرکز و استبداد و انحصار طلب بشده تبعیض آمیز قومی و مذهبی را که کنون زیل شعار فرصت طلبانه افغانیت اسلامیت خود را باز تولید کرده است، اصلی ترین عامل بحران، عقب ماندگی گسست های سیاسی و همین حالا تهدید یک پارچگی میهنی می داند. برای برون رفت از بحران ویرانگر موجود در میهن ما، با تأمل بر همان تجربیات زیسته دست کم 100 سال پسین، نظام جمهوری دموکراتیک فدرال در مقایسه با رژیم هایی که برشمردیم می تواند گزینه بهتر و کارآمد در جهت پاسخگویی به نیازها و مطالبات اساسی جامعه متکثر ما باشد. فدرالیسم قادر است، نظام فدرالی قادر است تنوع مذهبی، قومی، زبانی، فکری، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و نیز سطوح متفاوت رشد فکری، فرهنگی و اقتصادی ولایات را بر بتابد و برنامه گذار بروند دولت ملت شدن را در مسیر درست و مطلوب قرار بدهد. هموطنان گرامی، سقوط جمهوریت و لغو قانون اساسی و حاکمیت گروه طالبان باعث شد که در کنار ده‌ها موضوع و مسئله دیگر، نوع نظام سیاسی افغانستان نیز یک بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. زیرا نظام سیاسی در هر کشوری در حدی از اهمیت برخوردار است که هم می تواند ثبات سیاسی، صلح، عدالت و توسعه پایدار را تضمین کند و هم می تواند به تشدید شکافها، تضادها و منازعات خونین و مداوم منجر گردد. و از اون جمله در کشور ما حداقل در طول بیش از یک قرن اخیر یکی از عناصر کلیدی در خلق بحران ها و تداوم جنگ ها اختلاف در نوع نظام سیاسی بوده، در جای خود ریشه در افکار و ایدولوژی های احزاب و جریان های سیاسی داشته است. طبیعی است نوع نظام سیاسی در هر کشوری باید مطابق با مقتضیات زمان و سازگار با ساختار اجتماعی و فرهنگی آن کشور باشد و توزیع قدرت سیاسی باید در دو بعد افقی و عمودی به طور متناسب و متعادل تنظیم گردد. یکی از مسائل بسیار مهم در همه کشورها، مخصوصا در کشورهای دارای جغرافیای وسیع و گروه های قومی، فرهنگی و زبانی متنوع، تنظیم نوع رابطه بین مرکز و گروه های پیرامونی و مناطق اطراف است. امروزه از آن به توزیع عمودی قدرت یا فدرالیزم تعبیر می شود. تجربه بین‌المللی فدرالیزم در جهان معاصر خوشبختانه یک تجربه بسیار موفق و عالی است. همکنون در حدود 40% از جمعیت جهان در کشورهای فدرال زندگی می کنند.
کشورهایی که به صورت رسمی فدرال هستند در حدود 30 کشور هستند که تنوع گسترده ای دارند. 6 کشور از 10 کشور پر جمعیت جهان و 8 کشور از 10 کشور بزرگ جهان از نظر مساحت فدرال هستند. کشورهای بزرگ و پیشرفته مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه، کانادا، استرالیا، آلمان، سوئیس، هندوستان، اسپانیا، بلژیک، برزیل و کشورهای اسلامی مانند مالزیا، پاکستان، سودان، امارات متحده عربی و عراق همگی با نظام فدرالی اداره می شود. 4 مورد از طولانی ترین نظام های مبتنی بر قانون اساسی در جهان امروز فدرال هستند. ایالات متحده آمریکا، سوئیس، استرالیا و کانادا. هر یکی از این 4 کشور بیش از 100 سال است که دارای یک قانون اساسی هستند و ایالات متحده در حدود 240 سال. از سوی دیگر بر اساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل که 175 کشور را در سالهای گذشته بر اساس رفاه اقتصادی، احترام به حقوق، کیفیت زندگی شهروندانشان اندازه‌گیری و رتبه بندی کرده، از میان 20 کشور برتر 8 مورد آنها فدرال هستند. به همین جهت امروزه متخصصان و کارشناسان بین‌المللی معتقدند در قرن 21 نظام فدرال یک شکل بسیار محبوبی از حکومت است. رحمان الرحیم، سلام و درود به همه حاضرین، مهمانان گرامی. پیش از هر سخن به نوبه خود به تک تک شما سلام و احترام تقدیم می‌دارم و حضورتان را در این گرد همایی شاد باش می‌گویم. حاضرین محترم، طی 4 دهه پسین مردم افغانستان حاکمیت 6 نوع نظام اداری سیاسی را آزمایش نمودند، اما از آنجایی که ماهیت همه این نظام ها علی رغم اختلاف ظاهری واحد و همانا قوم محور و متمرکز بوده، از پس هر تحول طبیعت استبدادی حاکمیان پرجوشتر و شمشیر ستمشان آخته تر می شده. چرا تغییر رژیم ها و تعویض نظام ها نتوانست به استبداد نقطه پایان بگذارد و تبعیض قومی و اجتماعی نه بگوید؟ برای دریافت پاسخ دقیق به این پرسش باید به تاریخ برگردیم تا بدانیم این اقتدار قوم محور و مستبد چگونه شکل گرفته و این جغرافیا از نظر سیاسی چه وضعیتی داشته و به دست چه کسانی اداره می‌شده است. مهمان گرامی، در نیمه نخست قرن 12 هجری، جغرافیایی که همکنون افغانستان خوانده می شود عمدتاً 3 پارچه بود و علاوه بر آنها چند حاکمیت کوچک محلی در داخل این حدود وجود داشت. قاره شرقی زیر نام صوبه کابل یا کابلستان جزو امپراتوری مغول هند بود. پارچه غربی و جنوب غربی زیر نام های ولایت های هرات و ولایت قندهار جزو امپراتوری صفوی ایران بود. پاره شمالی زیر نام بلخ و ترکستان شهزاده نشین امارت بخارا بود. بدخشان توسط امرای محلی با القاب شاه و میر اداره می شد. هزارجات هزارستان، کتیرستان یا کافرستان، غور و ایماقات را امرای نیمه مستقل محلی اداره می کرد. و بالاخره کنر به دست خانواده سادات با لقب پاچا بود. در چنین اوضاعی فاتح خراسانی به نام ندرقلی و مشهور به نادرشاه افشار قلمرو از بغداد تا دیلی و از بخارا تا دریای هند را متصرف گشته و حاکمیت های سه قدرت مغولی، صفوی و استرخانی بر جغرافیای افغانستان کنونی پایان داده بساط حکمرانی های محلی را برچید. اما متاسفانه امپراتوری نادر دولت مستعجل بود. با مرگ او در آغاز دهه 60 قرن مذکور قلمرو وسیع سلطنتش متلاشی گشت. حاکمیت های کوچک محلی دوباره قدح راشتند
و هر بخش به دست سردار و زمامداری افتاد. احمد خان افغان که یک تن از سرداران سپاه او بود، به کمک نیروهای قزلباش و ازبک وفادار به نادر در قندهار اقتدار به هم رسانید و با دست آویز ساختن قراردادهایی که نادر با شاهان هند و بخارا در خصوص مرزهای شرقی و شمالی قلمرو خود بسته بود، توانست به آسانی مملکت برای خود ایجاد کند. مرگ نادر در این حالی که زمینه اقتدار احمدشاه را در حدود هند و خراسان فراهم نمود، باعث قیام مجدد قدرت‌های محلی نیز گردید. چندان که احمدشاه ناگزیر گردید اداره مناطق آنان را به خودشان واگذارد و با آنان به ساختاری که جوزف فرر افسر مورخ فرانسوی آن را فدرالی یا اتحادی می گفت موافقت کند. پس از احمدشاه پسرش تیمورشاه که دارای اقتدار کمتر از پدر بود همان شیوه را دنبال کرد. اما پسران تیمور که به جان هم افتادن چندان که از امپراتوری وسیع احمدشاه 50 سال پس از تأسیس در دهه نخست قرن 13 هم پشاور، کابل، هرات و قندهار واقع شد. خانواده بارکزی و رهبری دوست محمد خان ابتدا بر کابل، سپس به قندهار و سرانجام به هرات دست یافتند. با این حال او را امیر کابل می گفتند. دوست محمد خان به محض پیروزی بر حریفان خانوادگی با حمایه قدرت بزرگ تازه میدان آمده بریتانیا متوجه شمال هندوکش شد، ولی فقط توانست پادگان در بلخ افراز کند. حاکمیت محلی بلخ که به دست خانواده حاجیبی منگ بود کماکان باقی ماند. پسرش شیرعلی خان موفق شد پادگان نظامی در بدخشان ایجاد نماید. اداره ملکی به دست میر بدخشان بود. تمرد شیرعلی خان سبب گشت که بریتانیا برادرزاده او عبدالرحمن خان را بر تخت سلطنت بنشاند. او با انصراف از دایره بازپسگیری افغانستان با مرکزیت پشاور امتیاز تسخیر سرزمین های شمال هندوکش را به دست آورد. مطابق موافقتنامه‌ای که در سال 1873 میلادی میان امپراتوری بریتانیا و امپراتوری تزاری روسیه انعقاد گشت، رود آمو مرز میان قلمروهای حاکمیت هر کدام شناخته شده بود. علاوه بر این، عبدالرحمن خان اجازه و امکانات انضمام واحدهای اداری سیاسی بدخشان، هزارستان، غور و ایماقات، کنر و کتیرستان را نیز به دست آورد. او 15 سال را با قساوت تمام صرف یکسانسازی هویت‌ها و سلب استقلال محلی مناطق مذکور نمود و به جای اداره اتحادی یا فدرالی سیطره قومی روی کار آورد. بدین گونه او به نظام اتحادی که طی 1.5 قرن عامل تأمین مناسبات میان کابل و ولایات بود پایان بخشید. علی‌رغم انحلال نظام اتحادی، جغرافیای اداری سیاسی و واحدهای مذکور به همان نامها باقی بود، چنان که از دوره حاکمیت عبدالرحمن خان تا انفاذ قانون اساسی سال 1343 افغانستان به 7 ولایت و 4 حکومت کلان تقسیم شده بود. تفاوت اساسی این بود که به جای امرای بومی حاکمان از جانب کابل منصوب میگشت که غالبا از قوم افغان می بودند. قانون اساسی سال 1343 شمسی تعداد ولایات را به حدود 30 افزایش داد تا با کوچک ساختن واحدهای اداری میزان سلطه و اقتدار دولت مرکزی را بالا برده باشد. از آغاز پادشاهی نادرخان امروز حضور نمایندگی اقوام غیر پشتون در نهادهای تصمیم گیری دولت مرکزی سیر نزولی داشته. زبان و فرهنگ آن اقوام از دایره اجراءات دولتی در حال حذف شدن بوده. تبعیض و تعصب علیه هزارها، تاجیکها، ازبکها و سایر اقوام به طور بلاوقفه ادامه داشته، چنان که در حاکمیت تروریستی فاشیستی طالبان اجحاف و استبداد و درجه اعظمی رسیده. برخی از احزاب تمامیت‌ها و برخی از علاقات و چهره های قومگرای پشتون از تحریک تروریستی طالبان به عنوان بازوی نظامی استفاده نموده، پروسه تحمیل هویت افغانی را به همه اقوام ساکن در کشور به پیش می‌برند. مهمانان گرامی، این نگاه مختصر به گذشته این سرزمین
هم ما را به چگونگی شکل گیری اقتدار قوم محور کنونی را می سازد و هم راه بیرون رفت از این منجلاب را نشان می دهد. نظام اتحادی یا نظام فدرالی با سازی تقسیمات ملکی کشور است که در هر واحد اداری آن یک اکثریت نسبی قومی حاکمان اداره را از طریق رأی مستقیم مردمان ساکن در آن واحد جغرافیایی انتخاب می کند. با عرض حرمت و تشکر. با ابراز تشکر فراوان از جناب دکتر سید مهدی، فدرالیزم قدرت نامحدود دولت مرکزی و قدرت مطلق اکثریت بر اقلیت را محدود می کند. در این قسمت از جناب دکتر سید حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر سیاسی و عضو هیئت مؤسسان مجموعه فدرال خواهان در خواهش میکنیم که پیرامون فدرالیزم مالی صحبت نمایند. جناب دکتر سپیاسا. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم به نوبه خود تشکر میکنم از خواهر عزیز ما بخاطر پیش بردی از این برنامه به وجه احسن و دوستان دیگه ای که حضور دارن، از تشریف آوری از اونا، از اشتراک از اونا در این برنامه تشکر میکنم. یک دیسکلیمر یا به اصطلاح اعتراف که امروز یک عملیات داشتم، منتها نمیتونم از روی کاغذ بخوانم. خدمت شما یک چیزایی را کلان کلان در کمپیوتر نوشته کردم، اگر خوانده تانستم. من خدمت عرض بکنم که همه شما عالم هستین، فاضل هستین و در جریان هستین که کشورهای دنیا عموما با واحدهای مختلف جغرافیایی تقسیم می باشه، یعنی حکومت مرکزی می باشه و بعد از او حکومت های فرعی می باشه. البته ای که در برخی از کشورها این حکومت های فرعی تعدادشان یکم بیشتر می باشه، 4 می باشه یا 5 می باشه، اما در بسیاری از کشورها، در اکثریت از کشورها عموما تعداد حکومت های فرعی یا فروعی بگوییم که 3 می باشه، یعنی حکومت مرکزی بعد از او ما و شما، یعنی حکومت های یا واحد های دست اول و دست دویم، یعنی در همه کشورها تقریبا همی رقم است، نامای مختلف داره. در فارسی عموما برای ازی رقم تقسیمات بعد از حکومت مرکزی واژه های ایالت یا ولایت یا استان به کار میبرند مردم عموما، و در کشورهای مختلف مثلا در پاکستان و کانادا پروینس میگن، استیت میگن، در هند، در ایالات متحده امریکا کانتون، در سوئیس و یکی از ایالت های بوسنی و هرزگوین باز اینمی رقم، در ژاپن پریفکچر میگن، در آلمان ریجن میگن، در روسیه یک ذره کم پیچیده تر است، چندین تا نام دارن، یعنی نامای مختلف مروج است. خب این واحد ها روی کردهای مختلف داره در هر کشور که چرا به چی اساس به وجود می بساری از وقتی که مطالعه میکنیم، اول یا که به خاطر مدیریت بهتر یا میخواین که فعالیت های حکومت کاراتر باشه، کارایی بیشتر داشته باشه، کارایی اداری بیشتر داشته باشه، یا دلایل اقتصادی داشته باشه، یا دلایل تاریخی و فرهنگی می داشته باشه، یا دلایل سیاسی و امنیتی، یا به خاطر از این واحدهای اداری را به وجود میارن که خدمات بهتر و موثرتری را ارائه بکنه، یا میخواین که نمونه جدیدی از مدیریت یا خدمات رسانی را ارائه بکنه، یا ترکیبی از این چیزا. یک تا سابقه بسیار طولانی داره، یعنی اگر ریشای تاریخی از این را بر بگردیم به تاریخ، و ریشای تاریخی از این بر میگرده به روم باستان که بار اول اصطلاح پروونسیا استفاده شده بود که او مرکب از دو کلمه است، یعنی پرو و ونیسیرا،
یعنی پرو یعنی بنیابتی از طرفی و دویمش هم به دست گرفتن کنترل است گویا. و بار اول هم همونج میبینیم که قانون ولایتی مرتب شده بود، بعد از او به مرور زمان تغییرات زیادی پیش آمده در این رابطه که انمی تشکیلات مختلف چه رقم مدیریت بکنیم، اداره بکنیم. خب افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگه ما و شما فعلا میبینیم عموما به طور کل اگر حساب بکنیم که حکومت مرکزی است، باز ولایتی است، باز ولسوالی است، باز اگر چندین تا تشکیلات کوچک در زیر ولسوالی می منطقه به طور عموم گفتم میتونیم که 3 سطح حکومت است در افغانستان بوده همیشه. اما یک فکت تاریخی است که اگر همه کشورها را مطالعه بکنیم قطع نظر از اینکه نظام فدرال است یا نظام یونیتار است یا تک ساخت است، شما میبینین که همه واحدهای جغرافیایی دارای یعنی یک ظرفیت نیست، یعنی ظرفیت های انسانی اقتصادی متفاوتی دارن همه واحدهایی. از امریکا اگر ببینین، در روسیه اگر ببینین، حتی در سوئیس و حتی در پاکستان و در هندوستان اگر ببینین، حتی در استرالیا ببینین، یعنی همه واحدهای جغرافیایی دارای ظرفیت مساوی نیستن. اگر شما میبینین در یک ایالت صنایع بزرگ نقش بسیار بزرگ در اقتصاد از کشور بازی میکنن، در یک ایالت دیگه میبینین که حاصلات زراعتی بیشتر است، در یک ولایت دیگه میبینین یا ایالت دیگه میبینین که منابع آب و انرژی بیشتر داره، در یک ایالت دیگه میبینین که منابع گمرکی بسیار زیاد است. یعنی هر ولایت، هر ایالت از خود ویژگی های خاصی اقتصادی و انسانی داره و در عین زمان میزان فقر را اگر ببینین، بیکاری را ببینین، معارف، تاسیسات زیربنایی، خدمات اجتماعی، نوع حکومتداری هم یکسان نیست در کل دنیا، قطع نظر از اینکه نظام فدرال باشه یا غیر فدرال باشه. خب بنابراین میم سوالی که عموما مطرح میشه در خصوصا در افغانستان که ولایت هایی که اونا ظرفیت های مساوی ندارن یا ظرفیت های اقتصادیشان پایان است، سرنوشتی از اونا چی میشه در آینده؟ یعنی ولایتی که مرز ندارن، ولایتی که مرز خشکه یا مرز بحری ندارن، اونا چطور میشه آینده ایشان؟ یا ایه که صنایع بزرگ ندارن؟ ای یک سوالی است که میشه مطرح میشه و از جمع مخالفان فدرالیزم این سوال بسیار باش شاید اومد مطرح میکنه که فکر میکنم درست نیست. من این خدمت شما عرض میکنم که فدرالیزم مالی چیست؟ فدرالیزم مالی در واقع بخشی از نظم گسترده رشته مالی عام است که با تقسیم عملکردها روابط مالی را میان سطوح مختلف حکومتی بیان میکنه. خب اینالی از سال تقریبا 1959 به این طرف به عنوان یک بخش بزرگی از مطالعات اقتصادی است که به او صدها مقاله و شاید کتابا نوشته شده باشند که اینمی تفاوت هایی که ما معذرت میخوایم بگویم که اینمی عدم تقارن مالی که میان سطوح مختلف حکومت است ای چی رقم پاسخ گفته شود. در نظام های فدرال بسیار به کل نظام های فدرالی که مطالعه بکنین بسیار به وضوح این مسئله را بیان کردن، عدم تقارن مالی، عدم بازونا تقسیم میکنن، یعنی اینمی تفاوت های مالی را عدم تقارن مالی را تقسیم میکنن و عدم تقارن عمودی مالی و عدم تقارن افقی مالی. وقتی که تفاوت های مالی بین سطوح مختلف حکومت، یعنی حکومت مرکزی، حکومت ولایتی، حکومت ولسوالی به وجود می آید، این میگه عدم تقارن عمودی مالی. و وقتی که شما می بینین که باز ولایت ها تفاوت دارن با هم، یعنی یک ولایت درآمد بیشتر داره، یک ولایت درآمد پایین تر داره، این میگن عدم تقارن افقی مالی. فدرالیزم با فرمولای مختلف اینمی دو تا عدم تقارنی که افقی است و عمودی است این چه رقم پاسخ بگه؟ ایره بسیار به وضوح بسیار کشورها بسیار با فرمولای
خوبتر و بیشتر یعنی که پاسخگوتر است او رعایت کردم. یعنی اعتراضی که بالای نظام فدرالی که اگر نظام فدرالی به وجود آمد گویا نظام یعنی ولایت ها یا ایالت هایی که غریبتر از غریبتر میشه و پولدار از پولدارتر میشه، یعنی اگر مراجعه بکنیم به پروفسور شرما یکی از استادای بسیار بزرگ هندی، اونا آدم تقارن مالی میشه که آدم تقارن عمودی مالی چند قسم باشه. یک دفعه میبینین که بین تفاوتای بسیار بزرگ به وجود میه بین درآمدها و هزینه های حکومت های محلی و حکومت مرکزی. یعنی یک مشکل ساختاری است، این قابل حل است. یک دفعه شکاف عمودی مالی به وجود میه، یعنی ای که کلی ولایت های استان ها طبق ظرفیتشان درآمدایشان چیزی که است او رو به دست میارن، منتها نمیتونن با هزینایشان پاسخ بگه. برای زوم یک رای حلی رای میکنه، باز یک دفعه دیگه ای که غیر از عدم توازن و شکاف عمودی تفاوت های عمودی مالی است. یعنی با وجود از ای که نه حکومت ولایتی نه حکومت مرکزی با همدیگه ضرورت داره، منتها با وجود از اون یک عدم توازن است. یعنی این به هر صورت یک مسئله هست که در همه نظام است. من خدمت شما فقط سه کشور را اینجا مثال میتونم. اول کشوری دوست ما و شما هندوستان است که در او اگر ببینیم از 38 ایالت و مناطق تحت کنترل فدرال فقط 6 ایالت هندوستان بیش از 52.6% کل درآمد هندوستان در اختیار داره، یعنی جی دی پی هندوستان در اختیار داره. در پاکستان فقط 3 شهر کراچی، لاهور و اسلام آباد تقریبا 82% کل درآمد در اختیار داره. در سوئیس بین ژنو و زوریخ بیش از 50% کلی درآمد در اختیار داره. منتها به این مفهوم نیست ای که دیگه ایالت ها از یعنی مواجه به فقر شوند و اونا نتانند که هزینه هایی که لازم است برای خدمات اساسی برای شهروندان رو ارائه کردن نتانند. فرمولای زیاد هستند که هر کشور به یک فرمول خود در پاکستان هندوستان در هندوستان و نشنال چیز یعنی به اصطلاح کمیسیونی ملی مالی است، در پاکستان جایزه کمیسیونی ملی مالی است و اینمی رقم چه رقم مالیات ها را تقسیم بکنن. مالیات های مختلف است که او بعد از رایزنی بین سطوح مختلف حکومت که مالیات بر درآمد است، مالیات بر شرکت ها است، مالیات عوارض گمرکی است، یا مالیات بر ارزش سرمایه است، یا مالیات بر سرمایه شرکت ها است، مالیات بر محاولای کالاهای بین الایالتی بین المللی است و غیره و اینمی رقم. باز درآمد های از املاک است، درآمد از کشاورزی است، بر درآمد کشاورزی و غیره و غیره. این می رقم یک لیستی از مالیات است که همه ما و شما می فهمیم که همه حکومت ها مالیات های درآمدشان یا از مالیات از درآمد مالیاتی دارن یا غیر مالیاتی دارن، چون که وقت کم است. بسیار مختصر خدمت شما عرض بکنم، فدرالیزم یک جوابی بسیار مقنع و قانع کننده برای همه از این سوالا داره. یعنی هیچ یک از واحدهای فدرال نباید کمبودی داشته باشه برای ارائه خدمات اساسی به مردم خود. یک فرمولی را به وجود میارن که بر اساس چی درآمدهایی که در سطح فدرال جمع میشه و چی رقم دوباره توزیع شوه، یعنی بر اساس جمعیت، بر اساس جغرافیه، بر اساس یک فقر، بر اساس یگان دفعه مسائل تروریسم بسیار حاد میشه در باز جایا، یا حوادث طبیعی به وجود میان، اونا یک فرمولی خاص دارن که طبق از اون پاسخ میگن. که یعنی هیچ شخصی یا هیچ شهروندی در
در مملکتی که نظام فدرال در او باشه باید از خدمات اساسی محروم شود. و من الله توفیق، تشکر شما. در این قسمت بخش دوم برنامه را آغاز خواهیم کرد که پیام های رهبران و بزرگان افغانستان دوستان ما قرائت میکنند که در این قسمت از دکتر فدا محمد پیکان، عضو هیئت رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و عضو هیئت مؤسسان مجمع فدرال خواهان، که پیام الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی را به قرائت میگیرند. جناب دکتر سید پیکان، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعضای محترم مجمع فدرال خواهان افغانستان، جوانان، بزرگان، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه دهید تا در نخست به نمایندگی از حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تأسیس و آغاز فعالیت مجمع فدرال خواهان افغانستان را و مؤسسین، اعضای هیئت رهبری و همه همفکران این مجمع تبریک و تهنیت عرض نمایم. تشکیل مجمع فدرال خواهان افغانستان در زمانی که کشور در عمق بحران و بنبست تنازعات و کشمکش های اجتماعی و سیاسی قرار دارد و افغانستان از لحاظ تقسیم و توزیع قدرت در بدترین وضعیت ابهام، گمراهی و تنش‌زایی به سر می‌برد، یک اقدام ارزشمند و موقعی بوده و خور ستایش می باشد. حالت نظاممند و برنامه ریزی دقیق و عمیق این مجمع با در نظر داشت مقتضیات کشور و جامعه، مشوره بزرگان و اهل نظر و ایجاد تفاهم میان طرف های زی دخل و زی نفع در قضای افغانستان می تواند گام بنیادی محسوب شده و گفتمان ملی را برای تشخیص و تعیین نظام سیاسی مطلوب در کشور شکل دهد. جنبش ملی اسلامی افغانستان به عنوان یکی از کاروان های بزرگ و آدرس های قابل اعتماد در مسیر مبارزه با استبداد سیاسی و تحقق عدالت اجتماعی، یکی از طراحان و بانیان تحقق بخشیدن اندیشه فدرالیزم در کشور بوده و از بدو به تأسیس در رشد، توسعه و تحقق فدرالیزم در افغانستان از مجاری مختلف کوشیده است. برای نخستین بار در جوزای سال 1371 طرح ساختار فدرال را وارد اساسنامه حزب جنبش ملی اسلامی نمودیم و در بخشی از بیانیه هم چنین تذکر رفته بود: جنبش ملی اسلامی افغانستان می خواهد تا عدالت اجتماعی در کشور ما تأمین گردد و زمان آن رسیده است که ملیت‌های ساکن در کشور دارای حقوق مساوی باشند. ما می خواهیم حل مسئله را از طریق ایجاد دولت فدرالی صورت گیرد. جنبش ملی اسلامی بر ضد هیچ ملیتی نیست. خواست ما ایجاد حکومت اسلامی بر اساس عدالت ملی که با انتخابات همگانی بر اساس نفوذ تشکیل گردد و تأمین صلح می باشد. و ما خواهان رعایت اصول اسلامی، حفظ استقلال، تمامیت ارضی، ایجاد اردوی نیرومند ملی، احیای اقتصاد ویران شده، تأمین رفاه همگانی و داشتن روابط نیک با کشورهای اسلامی، همسایه و دیگر کشورهای جهان می باشیم. در تدوین قانون اساسی سال 1382، زمینه برگزاری گفتمان وسیع در بین اقشار مختلف جامعه، سیاسیون و پژوهشگران مطرح کشور مهیا نمودیم و در پای قطعنامه این همایش میلیون ها امضا برای حمایت از نظام فدرال از گوشه و کنار میهن جمع آوری گردید. همین گونه مبارزات تاریخی جنبش ملی اسلامی افغانستان در لوی جرگه قانون اساسی و منظور غیر متمرکز سازی قدرت، ایجاد شوراهای ولایتی، انتخابی شدن والی ها و شهرداری ها و تفویض صلاحیت های اجرایی بیشتر به ادارات محلی غیر قابل انکار است. فدرالیزم پلی است بین دولت مرکزی و مردم، ارتباط تنگاتنگ بین آنها ایجاد می کند و فاصله ها را از بین می برد. شناخت و عقوبت را برای همه ملیت ها برمغان می آورد. فدرالیزم راهی به سوی تجزیه کشور نیست، بلکه برای اتحاد و یک پارچگی آن است. دموکراسی، حق طبیعی انسان و تحقق دولت فدرال یگانه راه رسیدن به دموکراسی و خاتمه بخشیدن به نابرابری های اجتماعی در کشور خواهد بود. باور ما این است که تعیین و تعریف واضح و نظاممند تقسیم و توزیع قدرت در سطوح مختلف، رابطه مستقیم
با ثبات سیاسی، سطح حمایت و مشروعیت نظام سیاسی داشته و به تأثیر از همین تجربه بزرگ تاریخی، نظام سیاسی مبتنی بر غیر متمرکز سازی قدرت را نسخه مطلوب برای وضعیت موجود می دانیم و امید تحقق نظام عادلانه و ثبات دائمی در افغانستان الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. تشکر از توجه شما. با ابراز تشکر از جناب محترم دکتر سپهری خان. در این قسمت برنامه آقای مهندس مقیم احمدی پیام جناب استاد عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی افغانستان را قرائت می فرمایند. جناب احمدی صاحب، مایک در خدمت شماست، بفرمایید. پیام استاد عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی افغانستان در مراسم اعلام منشور مجمع فدرالخواهان افغانستان. به نام خداوند دادگر، اجازه دهید تسنام رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، تشکیل مجمع فدرالخواهان افغانستان و اعلام منشور آن را صمیمانه شادباش بگویم و برای رسیدن به اهداف مردمی و آزادی خواهانه این مجمع آرزوی موفقیت و سربلندی نمایم. نظام سیاسی در جوامع بشری اساس نهادهای را شکل می دهد که بر بنیاد آن امور مملکت سر و سامان پیدا می کند و به همان پیمانه‌ای که داشتن نظام یکی از واجبات جوامع انسانی شمرده می شود، فقدان نظام پر از مصیبت و بحران‌های متعددی است که نمونه بارز آن وضعیت مسلط شده کنونی افغانستان را می توان نام برد. گزینش ساختار نظام در کشورهای مردم سالار از صلاحیت مردم است و شهروندان کشورها حق دارند بر اساس نیاز و با توجه به تجربیاتی که از کارایی نظامها حاصل شده است به انتخاب آن مبادرت ورزند. سرزمین ما نیز پس از پیروزی مقاومت نخست شانس آن را داشت که نظام مردم سالار داشته باشد، اما در انتخاب نو نظام دچار اشتباه شدیم که وضعیت حاکم امروز نیز بخشی از آسیب‌های گزینش نظام متمرکز ریاستی است که در آن تمامی صلاحیت‌ها در دست یک فرد قرار گرفت و خودکامگی، انحصار قدرت و به کارگیری آن مطابق میل فردی حاکم را فراهم آورد. جمعیت اسلامی افغانستان در حالی که به تغییر نظام ریاستی متمرکز به غیر متمرکز باور عمیق دارد و پیرو این سیاست است، مدل نظام غیر متمرکز فدرالی را نیز نوع نظامی می‌داند که در بسا کشورهای جهان کاربرد دارد و مؤثر واقع شده است. نظام فدرالی که نمونه ای از نظام غیر متمرکز حساب می شود نیز مورد تایید ما است و کارایی آن در کشورهای مختلف جهان ثابت گردیده است. جمعیت اسلامی افغانستان که از بانیان و اعضای اصلی شورای مقاومت ملی است، با پیروی از منشور آن شورا و به نظام غیر متمرکز باور و تاکید می کند. این نکته نیز لازم به یادآوری است که مبارزه ما با روایت مبتنی بر تغییر نظام متمرکز به نظام غیر متمرکز پس از تغییر وضعیت کنونی از طریق تعدیل قانون اساسی به وسیله اراده مردم افغانستان استوار است. نظام سرزمین ما نیست پس از پیروزی مقاومت نخست شانس آن را داشت که نظام مردم سالار داشته باشد، اما در انتخاب نو نظام دچار اشتباه شدیم که وضعیت حاکم امروز نیز بخشی از آسیب‌های گزینش نظام متمرکز ریاستی است که در آن تمامی صلاحیت‌ها در دست یک فرد قرار گرفت و خودکامگی، انحصار قدرت و به کارگیری آن مطابق میل فرد حاکم را فراهم آورد.
جمعیت اسلامی افغانستان که از بانیان و اعضای اصلی شورای مقاومت ملی است، با پیروی از منشور آن شورا به نظام غیر متمرکز باور و تاکید می کند. این نکته نیست لازم به یادآوری است که مبارزه ما با روایت مبتنی بر تغییر نظام متمرکز به نظام غیر متمرکز پس از تغییر وضعیت کنونی از طریق تعدیل قانون اساسی به وسیله اراده مردم افغانستان استوار است. در حالی که یک بار دیگر اعلام منشور مجمع فدرال خواهان افغانستان را شادباش عرض می نمایم، آن را گامی در جهت مبارزه برای تغییر وضعیت کنونی شمرده، برای این جمع گرامی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. با حرمت فراوان، عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان. ابراز سپاس فراوان از جناب احمدی سبق پیام جناب استاد را قرائت کردن. در این قسمت از جناب محترم دکتر عبدالقادر سکندری، مشاور ارشد رهبری حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، که پیام جناب الحاج محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی را قرائت میکنند، خواهش میکنیم که مایک در خدمتشان هستند، سخنان خود را داشته باشند. جناب آقای سکندری، السلام علیکم دکتر صد محترم، صدا باز شد، قید شده بود، بسیار ببخشید. مایک از جناب سکندری صد بفرمایید. سلامت باشین، بسیار زیاد سلام دارم خدمت همه بزرگان حاضر در مجلس. تشکر بکنم از زحمات دوستانی که مجلس برگزار کردن. پیام حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به مناسبت تأسیس نهاد مجمع فدرال خواهان افغانستان به اسم تعالی. اعضای محترم مجمع فدرال خواهان کشور، احزاب و شخصیت های مستقل ملی، دانشپژوهان، برادران و خواهران، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نظام های سیاسی و اداری در کشورهای مختلف در تمام قاره های جهان در طول تاریخ پر از فراز و نشیب نسل بشر یکسان نبوده و بر اساس شرایط فکری و اجتماعی هر سرزمین شکل گرفته است. از سلطنت های مطلقه، مشروطه تا نظام های جمهوری متمرکز و غیر متمرکز و سیستم های پارلمانی و فدرالی و غیره، بدون شک نظام فدرالی یکی از نظام های موفق در اداره، پیشرفت و تأمین حقوق سیاسی و مدنی ملت هایشان بوده است که نمونه های آن در این دنیا فراوان می باشد. و افغانستان به دلایل تکثر قومی، زبانی و مذهبی و شرایط جغرافیایی برای فدرالی شدن بستر مناسب می باشد که ملت در سایه یک نظام مردم سالار هم وحدت ملی خیش را با اراده آزاد خود حفظ و تقویت کنند و هم حقوق سیاسی، مذهبی و مدنی اقوام با هم برادر که در هر واحد فدرال زندگی می کنند تأمین شود. بنابر همین شرایط بود که نظام انسانی فدرال یکی از گمشده های تاریخ مردم افغانستان به حساب می آمد. 3 دهه پیش از امروز رهبر شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری این فریاد را سر داد که تنها راه حل مشکل افغانستان نظام فدرالی است. ولی در کشور ما مشکل در این است، اگر کسی حرف از فدرالی می زند در ذهنیت استبدادی حاکم تزیه طلبی تفسیر و تلقی می شد و هر حرف حق را بیگفت پاسخش را گلوله و بم دریافت میکرد. لحاظا کسی حاضر نشد این صدا را بشنود و در 2 دهه جمهوریت که به حسب ظاهر نظام مردم سالار حاکم بود و حرف از حق مردم زده میشد، ولی بر اساس فشار آقای زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا و معامله بعضها آرزوی مردم در تالار لوی جرگه قانون اساسی با زور و تهدید خفه شد و در نتیجه یک نظام متمرکز به نام جمهوری اسلامی برقرار شد که نتیجه آن را امروز همه دیدیم. بناهن حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تلاش مجمع فدرال خواهان افغانستان را حمایت می کند، زیرا نظام فدرالی به حق مردم نزدیکتر از هر نظامی دیگر است. ما در کنال مجمع فدرال خواهان افغانستان تلاش خواهیم کرد تا افکار عمومی ملت برای یک چنین فضا مساعد گردد و مردم صاحب واقعی رأی و اراده آزاد و
خدادادشان گردد و سلام علی جمیع عباد الله الصالحین حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان 3/2/2024 میلادی. بسیار زیاد تشکر از توجه شما. هرچه اوش به جانده احتمالگه قطع نشالنگز اجازه بلان افغانستان فدرال جلال توپلنمه نظام نامسه. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان ده ملی دولت قرش جنگانه کت مکت اوزلشلر و ترتفسزلکلر بلگنلگی سببه بو اولکده حاضرگه چه هیچ قچان برقرار سیاسی تیزم بولمگن. هیچ بولمگنده اوتگن اصرده امرلک مطلقت سلطنت مشروطه سلطنت و شاهی سلطنت تزمیدن جمهوریت گچه بر نشت سیاسی رژیملر تزلشتی جهتن برلشکن و مرکزلشکن بولیب و دموکراتیک جمهوریت اسلامی دولت اسلامی جمهوریت و طالبان امرلگی تزملری سنودن اوتگن. براق اولردن هر بری آخری خانلی اروشلر و کپینچالی خولشی و برباد بولیشگه آلیب کلگنگه گوا بولدن. خانلی توقناشولر شنده قلب تیز تیز پلشولر و فاجعلی اروشلر بو مملکت سیاسی تاریخنین ابدی حکایسی ایلنده. جمهوریت قلگردن و 2 یلک طالبان حکمرانلگیدن سونرا بیز بو ابدی مغلوبیت و قانونسیز حکومتدارلیک استبداد انحصار عدالتسیزلیک زورمانلیک و انقراضنی یینه کوچه باراتگان یامان و اچق وضعیت بلن باشدن کچرماقدامیز. 2021 yıl 15 Ağustos ayında Cumhuriyet tuzumunun yemirişi ve Taliban grubunun memlekette hükümrarlığını kaytadan kengeyişi cemiyetimiz ve toprağımızın türlü vakillerini, aynı kısa türlü siyasi dairelerini nima kılış gerek degen savol bilen kaynakka aldı. Nima uçun memleketimiz bir asırdan kubrak vakt utsa hem hükümet tecrübesi siyasi barkararlıkka, içtimai paramallıkka va barqaror rivojlantirishga erisha olmadi. Afg'oniston federallar to'planmasi esa milliy davlat qurilishiga, siyosiy barqarorligini o'rnatishiga va mamlakatni taraqqiyot va yuksalish sari harakat filtruvchi omillar va to'siqlarni tanqid qiladi va tahlil qiladi. O'zining qonuniy saylovi tomon tashviqotiga yondashuvini bilan barqarorlik, barqarori hukumat, demokratik tizim, mas'ul va xalqga javob berayotgan hukumat, ijtimoiy adolat, doimiy barqarorlik va tinchlik ta'minlanish maqsadlariga qaratadi. Shuning uchun federallar to'planmasi yangi ma'noda milliy davlat qurilishi, siyosiy barqarorligini mustahkamlash, tinchlikka erilish va zo'ravonlikning oldini olish va qiyinchiliklarni bartaraf qilishning asosiy omillarini aniqlaydi va ularni hal qilish yo'llarini topadi. Tizim turi va tezilmavi qiyinchilik. Mamlakatning uzulgusiz inqirozi haqida taqdim etilgan tahlil va nazariyalarga qo'shimcha ravishda biz tanaffus va siyosiy tizim turi va uning boshqaruv tuzilmasi o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjudligiga ishonamiz. Shunday qilib, siyosiy tizim turi o'z o'rnida har doim turli siyosiy guruhlar o'rtasida farqlar va qarshiliklar keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, har bir tashkil etilgan siyosiy tizim, chunki u mamlakatning mavjud haqiqatlarga asoslanmagan va muammolarni hal qilishga muvaffaqiyat qozonmagan jamiyatning tub muammolari ma'lum vaqt o'tgach boshqa tuzum o'rnatmoqchi bo'lgan boshqa guruh tomonidan tanazzulga yuz tutadi. Milliy davlat tuzumi va tafakkurining o'zgarmasligi har qanday siyosiy tizimning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligining asosiy omillaridan biri uning milliy miqyosdagi madaniy va ijtimoiy haqiqatlar va voqeliklar bilan muvofiq adolatli hokimiyat munosabatlarini o'rnatish qolibidir. Agar siyosiy tizim adolat va tenglik va hokimiyatni adolatli taqsimlashga asoslangan milliy munosabatlarni tartibiga sola olmasa, u hech qachon o'sish va barqarorlikka erisha olmaydi. Shu sababli mamlakatimizning qavmiy aralashuvi, madaniy ijtimoiy tuzilishi, milliy davlat qurish jarayonida 3 ta asosiy tamoyilni e'tiborga olishni talab qiladi. 1. Qavmlar, til, diniy xilma-xillar, turli siyosiy, madaniy va ijtimoiy sohalardagi pluralizm, ijtimoiy sohalar va bu xilma-xillikni tan olish va hurmat qilish kerak. 2. Milliy va mahalliy darajada til, din va diniy nuqtai nazardan barcha vatandoshlar
va etnik guruhlar uchun haqlar, majburliklar va imtiyozlarning tengligi. 3. Pluralistik madaniyat hukmronligini anglaydi va har bir shaxs va guruh kim qirovli milliy hukumat chorchivasida o'zining muhim roli va mavjudligini his qiladi. Bu 3 tamoyil uchun u adolat, erkinlik va tenglik tamoyillariga asoslangan xilma-xillik va pluralizmni hurmat qiladigan milliy birligini ta'minlovchi siyosiy terimizdir. Ammo afsuski, turli davrlarda, ayniqsa mamlakat asosiy qonunini ishlab chiqish va tasdiqlash jarayonida Afg'oniston jamiyatining o'ziga xos xilma-xillik tarkibi siyosiy tizimni tanlashda ushbu uch tamoyilga e'tibor berilmaganiga guvoh bo'ldik va ataylab e'tiborga olinmadi. Inhisoriy fikrlash va istihola qilish yondashuvi 1343-1356 va 1366 yillardagi asosiy qonunlar ishlab chiqish davrlaridagi tarixiy dalillar, shuningdek 1382 yilligi bosh qonun voqealari shuni ko'rsatadiki, turli siyosiy va etnik guruhlarning qayta-qayta so'rovlariga qaramay markazlashma federallar tuzilma hukmdorlar o'sha paytda asossiz sabablarga ko'ra ularning nafaqat sizning mazmuningizga e'tibor bermadilar, balki etnik millatchilikning ko'pincha mutlaqo zid ravishda siyosiy hokimiyatni ma'mur tuzilmani va hokimiyatni to'plashdi. Diniy ifrotilik, millatlararo nizolar, vakillar urushlari chet el mamlakatlar daxolatlariga olib kelgan hizbiy tizimning zaiflashuvi kun tartibiga qo'yilgan va vaziyat kundan kun og'irlashib borardi. Qolgan vaqtlarni boshqa arkadaşlarimiz idoma beradi. Diqqatlaringiz uchun minnatdorman. Rahmat. بسیار تشکر جناب اعظم اوزگین که ما در ابتدا اسم شما را بر من داده بودم. ممنون از ای که شما بخش ازبکی را قرائت کردین. در این بخش از جناب محترم استاد پرویز بشرمل خواهش میکنم تا بخش پشتوی منشور مجموعه فدرال خواهان افغانستان را به قرائت بگیرن. جناب بشرمل صاحب مایک در خدمتتون است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیرو قدرمنو ملګرو او معزز ګډونوالو کې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو ایوادوالو، د سیاسي نظام انتخاب د ایواد لپاره د یو ملی او وطني موضوع په سیره خلکو د داسې حقوقو له جملې څخه شمرل کیږي. زموږ په ایواد کې د فدرالي تر مفکوره اوجدي تاریخي ریښې لري. په اوسنی معاصر تاریخ کې د فدرالي نظام طرحه هم په رسمي ډول کم تر کمه د شپږو لسیزو تاریخي سابقه لري چې د خلکو له منځه د سیاسي کړې وو. د سیاستوال او د ایواد د روشنفکرانو لخوا مطرح شوې ده چې په اوسنی شرایطو کې د دې طرحه علاقمندان د ایواد په ټولو قومونو او ټولنیز کړیو کې ورځ تر بلې مخ په سیادتو کې دي. په همدې ترتیب د ناسالمو توطیو پر خلاف په دې طرحه کې د بهرنۍ کړیو او قدرتونو لاسوهنه وجود نه لري. په دې باندې ټوله پوهیږو چې په نړیوال کچه او د نړۍ ټولو برازمونو کې فدرالیزم یو د کامیاب ټولنیو نظامونو څخه شمرل کیږي. په دې نظام خپله کامیابی او تاثیرګذاري یې په عمل کې ښودلې دي. همدا اوس د نړۍ په کچه د لسو لوی او واړه هیوادونه د فدرالي نظام درلودونکي دي چې شاوخوا سلو کې 40% نفوس د نړۍ د ټول نفوس څخه په دې هیوادونو کې مشتی. په دې منځ کې هغه دیموکراسي ګانې چې لوی جغرافیا او زیات نفوس لري همدارنګه زیاته فرهنګي او اجتماعي تفاوتونه لري فدرالي نظامونه دي.
همدارنګه د لسو دیرو نفوس لرونکو هیوادونو له جملې څخه شپږ هیوادونه او د نړۍ د زبر ځواکو لسو هیوادونو له جملې څخه اته هیوادونو د مساحت له لحاظ فدرالي نظامونه دي. په نړۍ کې ډیر مهمه هیوادونه لکه د امریکې متحده ایالات، کانادا، استرالیا، هندوستان، آلمان، سویس، اتریش، بلژیک، اسپانیا، روسیه او جنوبی افریقا فدرالي دي. د اسلامي هیوادونو له جملې څخه پاکستان، مالیزی، عراق، عربي متحده امارات او سودان فدرالي نظامونه دي. په دې ډول هغه کسان او کړي چې ځانونو د هیواد د سرنوشت په عقله د یو غمخور ګڼي باید پوه شي چې د افغانستان د غمیزې پای ته رسیدل یوازې او یوازې د فدرالي نظام د ټینګښت او رامنځته کېدو په نتیجه کې شونی دي. زموږ په هند هیڅ یو بل نظام نشي کولی چې په افغانستان کې اوسنی بحران او دوامداره تاوتریخوالی پای ته ورسوي. همدارنګه نشي کولی د قدرت انساني او عادلانه رابطه تنظیم او تامین کړي او یا په هیواد کې دایمي امنیت او پایدار ثبات رامنځته کړي. راځي چې د اجتماعي عدالت تر رسیدو همدارنګه دوامداره سولې او ثبات او متوازن انکشاف په لوړې خپل خلک او هیواد په ډرکه کړو. د فدرالي نظام په جوړېدو د افغانستان دوامداره بوران او غمیزې ته تل لپاره د پای ټکی پرېږدي. ډېره مننه ملګرو. یک گیتی سپاس و تشکر آقای بشرمل گرامی. در این بخش از جناب محترم انجینیر اسامه بصیر نویسنده و فعال سیاسی دفتر ما هم به نام باز شد. خدمت هزار گرامی هم از خواهران برادران مهمانان گرامی فدرال خواهان و خواهان محترم از گوشه و کنار جهان اعضای محترم هیئت مؤسسان مجمع فدرال خواهان افغانستان سلام و درود میفرستم. طبق وظیفه محوله سوی همکارانم و به منظور جلوگیری از ضیاع وقت اینک دیدگاه مجمع فدرال خواهان را خدمتتان ارائه میکنم. با توجه به آنچه گفته شد در شرایط حاضر و بعد از امضای توافقنامه دوحه و سقوط جمهوریت که یک بار دیگر همه چیز فرو ریخته و هیچ ساختار دولتداری پاسخگو وجود ندارد و انحصار قدرت سیاسی و اعمال تبعیض آشکار قومی و فرهنگی مردم ما را به ستو آورده و زندگی مشترک و مسالمت آمیز مردم افغانستان را تلخ و غیر قابل تحمل ساخته است، بهترین فرصت برای اعمال حق تعیین سرنوشت توسط مردم، بازنگری ژرف و همه جانبه حقایق تاریخی و واقعیت های عینی کشور و اتخاذ تصمیم شجاعانه و دلسوزانه در باره نظام سیاسی پایدار و عادلانه فراهم شده است. بر مبنای ضرورت ها و نیازهای مبرمی که ذکر شد، مجمع فدرال خواهان افغانستان به نمایندگی از گروه های سیاسی و قومی گوناگون کشور و به منظور تبیین و ترویج اندیشه و داعیه فدرال خواهی ایجاد یک بستر مناسب برای تفاهم و گفتمان ملی منسجم ساختن فدرالیست ها و نیروهای عدالت خواه و سرانجام به هدف ایجاد نظام فدرالی تأسیس شده است. این مجموعه جزئیات پیشنهاد خود را در قالب طرح کامل قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان در اختیار همگان قرار خواهد داد، اما اکنون دیدگاه های خود را به شرح ذیل اعلام می نماید. ماده اول، تطبیق عدالت و توزیع عادلانه قدرت در دو سطح افقی و عمودی اولین هدف ما است. در سطح افقی بر مبنای حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا بر محور قانون و داشتن قوای قضاییه کاملا مستقل، قدرت سیاسی باید توسط قانون کنترل شود و قوای مختلف دولتی بر همدیگر کنترل و نظارت داشته باشند تا از استبداد و انحصار قدرت در شخص یا نهاد خاصی جلوگیری شود. اما در سطح عمودی تنها راه توزیع عادلانه قدرت عدم تمرکز است که مناسبترین و عالیترین فرم آن نظام فدرال است، زیرا فلسفه اصلی تفکر فدرالی تبیین و تنظیم روابط عمودی قدرت بین مرکز و ایالات بر مبنای وحدت در کثرت، یعنی تبدیل دولت بسیط تک ساخت
به دولت مرکب یا دولایه است. یکی حکومت مرکزی فدرال به عنوان ممثل وحدت ملی در محور قانون اساسی فدرال و دیگری حکومت های ایالتی و محلی با حفظ تنوع منطقه‌ای، قومی، زبانی و مذهبی در تمام مناطق کشور در محور قانون اساسی خاص هر ایالت. ماده دوم، تقسیمات جدید دولت آینده مبتنی بر ساختار فدرالی و متشکل از 11 واحد ایالتی عضو فدرال با مرکزیت های کابل پایتخت دولت فدرالی افغانستان، ننګرهار، هرات، بلخ، بامیان، کندز، پکتیا، پروان، کندهار، نیمروز و نورستان می باشد. نامگذاری و تعیین مرزهای دقیق ایالت ها، مناطق و شهرستان ها و سایر مسائل مربوط به ایالت ها در قانون اساسی فدرال و از طریق نمایندگان مردم مشخص می گردد. ماده سوم، در قانون اساسی حقوق اقلیت های ساکن در هر ایالت به شمول تعداد کرسی های آنان در شورای ایالتی و سهمشان در اداره ایالتی نیز تضمین می گردد. ماده چهارم، در قانون اساسی فدرال زبانهای رسمی، نامها، نشانه‌ها و سمبولهای ملی و ایالتی تعیین و تعریف می شود و صلاحیت‌ها و اختیارات دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی به صورت واضح تعیین می گردد. ماده پنجم، تأمین عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه واحدهای عضو فدرال یکی از اهداف اصلی نظام فدرال است. در سایه این نظام تمام ایالات از حقوق و وجایب مساوی برخوردار هستند. ماده ششم، نظام فدرال با آموزه ها و باورهای دینی به هیچ صورت در تضاد نیست و جزئیات آن در قانون اساسی فدرال درج می گردد. ماده هفتم، نظام فدرال به هیچ وجه به معنای تجزیه نیست و فدرال خواهان افغانستان طرفدار تجزیه کشور نبوده و نیستن. ما سرزمین و جغرافیای بزرگ افغانستان را میهن واحد تمام اقوام کشور میدانیم و نظام فدرال از این ویژگی برخوردار است که از تجزیه احتمالی جلوگیری کند. ماده هشتم، ما ساختار فدرالی را برای همه میخواهیم. فدرالیزم به ضرر هیچ قوم یا منطقه ای نیست، بلکه به نفع همه اقوام بوده و موجب همبستگی محکمتر و احترام متقابل بیشتر در میان همه اقوام میگردد. ماده نهم، فلسفه فدرالیزم در بنیاد خود در تضاد با اندیشه شیونیستی و انحصار طلبی سیاسی، قومی و زبانی قرار دارد. ما هر نوع انحصار طلبی و افراطیت به شمول افراطیت قومی، زبانی، دینی و مذهبی را عامل اصلی تشدید خشونت ها و بحران ها می دانیم. ما طرفدار اعتدال بوده و عدالت را برای همه می خواهیم. ما طرفدار پلورالیسم سیاسی و فرهنگی هستیم و اصل تسامح و تساهل را از ارزش های انسانی و دینی و موجب ایجاد فضای احترام و زندگی مسالمت آمیز با عزت برای همه می بینیم. ماده دهم، ما رعایت حقوق بشر، آزادی های بنیادی و حقوق شهروندی را جزء مکلفیت های یک نظام مردم سالار می دانیم و به منظور تمثیل کامل اراده مردم ما طرفدار نظام مبتنی بر دموکراسی، آرای مردم و انتخابات هستیم. بدون انتخابات هیچ نظامی نمیتواند مشروعیت و مقبولیت داشته باشد. ماده 11 هم، ساختار فدرالی به شیوه های ریاستی، پارلمانی و جمهوریت و حتی سلطنتی قابل تطبیق است. جزئیات و شاخصه های کامل نظام سیاسی بر مبنای تفاهم وسیع ملی و در قانون اساسی فدرال تبیین و تعیین میگردد. ماده 12 هم، بدون نقش فعالیت احزاب سیاسی، بدون نقش فعال احزاب سیاسی، تطبیق دموکراسی و انسجام افکار و خواسته های مردم و امکان پذیر نیست. در نظام فدرال نقش مؤثر و نظاممند احزاب در سطوح مختلف مرکزی و ایالتی به صورت بهتر و مناسبتر مطابق احکام قانون احزاب و قانون انتخابات تأمین می شود. ماده 13 هم، ما برای تحقق دایه فدرالیزم مبارزه سیاسی، فکری، فرهنگی و مدنی را ترجیح می دهیم و بر گفتگو و راه حل سیاسی برای عبور از بحران تاکید می ورزیم. اما با توجه به رویکرد خشونت طلبانه و انحصارگرایانه حاکم و برای تغییر وضعیت موجود و احقاق حقوق مردم، تمام شیوه های مؤثر مبارزه بر ضد استبداد و ستم را مشروع تلقی میکنیم و در صورت لزوم برای تحقق این دایه از همه ابزارها استفاده خواهیم کرد. ماده 14 هم، ما از همه جریان های سیاسی، رهبران اقوام، احزاب، زنان و رجال سیاسی، روشنفکران، روحانیون و علمای دینی، فرهنگیان، جوانان و سایر اصناف و اقشار اجتماعی تقاضای جدی داریم که اگر میخواهید برای بحران متداوم و فروپاشی ها و گسست های پی در پی کشور راه حل واقعی و بنیادی پیدا کنید و به جنگ و منازعات همیشگی خاتمه دهید،
و کشور خود را به سوی ترقی، توسعه، رفاه اجتماعی و زندگی شریفانه و با عزت سوق دهید. بیایید همه دست به دست هم داده زمینه عملی شدن نظام فدرال را در کشور فراهم سازیم. ماده 15 هم. ما با هیچ یک از کشورهای همسایه دعوای ارضی نداریم و به تمامیت ارضی همه کشورها احترام قائل هستیم و در صورتی که در افغانستان نظام فدرال حاکم شود، شعله جنگ ها و منازعات نیز برای همیشه خاموش شده و ثبات و امنیت پایدار در کشور ما تأمین می شود که به نفع منطقه و جهان خواهد بود. و به همین جهت ما از همه کشورهای منطقه و جهان انتظار داریم که در جهت تطبیق نظام فدرال در افغانستان ما را حمایت و کمک کنند. ماده 16 هم. ما افغانستان را از هر نوع جنگ نیابتی و فعالیت های تروریستی و افراطی دور نگه داشته و با رعایت منشور ملل متحد و اصول پذیرفته شده بین المللی و اتخاذ سیاست حسن همجواری، عدم مداخله، احترام متقابل و تاکید بر منافع مشترک منطقه‌ای، افغانستان را در جایگاه شایسته و منطقه‌ای و بین المللی آن قرار خواهیم داد. ماده 17 هم. ما از مجامع بین المللی و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان و مخصوصا از سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد می خواهیم که با استفاده از تجربیات بین المللی و تجربه بحران جاری افغانستان باید تدابیر اتخاذ شود که از طریق گفتگو و مذاکره معنادار و فراگیر تحت نظارت سازمان ملل متحد زمینه برقراری یک دوره انتقالی برای تدوین و تصویب قانون اساسی فدرال برای افغانستان و برگزاری انتخابات آزاد و عمومی فراهم گردد. از توجهتان تشکر و من الله توفیق. مجمع فدرال خواهان افغانستان. با ابراز امتنان از جناب محترم انجینیر سپ اسامه بصیر که بخش فارسی منشور را قرائت کردند. از تلویزیون ترکستان 24 تیوی خوشحال هستم در حضور شما مظهر بزرگان قرار دارم. من دو تا سوال دارم، یک سوال از آقای ادرام است و دیگه سوالم از آقای دانش است. خب اولین سوالم از آقای پدرام میپرسم. خب در این کنفرانس همه صحبت ها در مورد تعریف حکومت فدرالی بود. خوشبختانه همه مردم افغانستان و جامعه تحصیل کرده این همه را میدانند و کسایی که اینجا حضور دارند. اما امروز مردم افغانستان از شما خواهان رای حل و چگونه به قدرت رسیدن حکومت فدرالی هستند. آیا راه جنگ را پیش گرفته و شهادت رسیدن هزاران جوان افغانستانی خواهد شد و یا هم راهی بدون جنگ وجود دارد تا حکومت فدرالی به وجود بیاید؟ این سوال از آقای پدرام بود. حالا از آقای دانش یک سوالم است. از آقای دانش میپرسم. آقای دانش، هر کدام از سیاسیون ما بخش استخبارات داشتن و میدونستن نظام جمهوریت سقوط خواهد کرد. چرا قبل از سقوط جمهوریت راه خود را جدا نساخته و در بخش ساختار فدرالی کار نکردن؟ شما فرمودید اشخاص نگذاشتن فدرالی خواهان دوران جمهوریت با وجود بیاید، اشخاص نگذاشتن که اونا کارشان انجام بدن و فدرالی با وجود بیاید و راههای بنبستی را مقابل اشخاص فدرال خواه ایجاد کردن. آیا کیها بودن؟ آیا میشه شرح در این مورد داشته باشین؟ آیا خود آقای رئیس جمهور یا آقای خلیلزاد تو این مسئله ها دست داشتن و یا هم کشورهای بیرونی در این مسئله زیاد کار کردن؟ می ببینید عقلانیت و هومانیزم و انسان دوستی اینا همش ایجاب میکنه که اصل بر گفتگو، بر دیالوگ، بر تفاهم گذاشته بشود. جنگ آخرین شکل سیاست است. یعنی شما وقتی که جایی نمیتونید به یک راه حل برسید، جنگ انتخاب میکنید. من بسیار معروف بنیادگذار چین جدید صدر ماو است، میگه جنگ آخرین شکل سیاست است. یکی از برادرها گفته بود سیاست آخرین شکل جنگ است، از مسئولای مقاومت که به نظر مورا الان فرصت شد که تصحیح بکنه بعد از چند ماه. اصلی ما بر دیالوگ است. در منشور فدرال خواهان هم جناب آقای دانش هم به توضیح مفصل گفتن، فرمودن جناب عزیزان دیگر هم که ما گزینه‌مون گزینه‌های دیالوگ گفتگو هست. حتی بحث طالبان هم مطرح کردن که اگر طالبان هم فدرالیسم بپذیرن چرا نمیشه با اینا گفتگو کرد؟ اگر قرار باشه هزینه کمتر بپردازیم خب این چه بهترین اولا هست. یعنی این به خیلی روشن از در منشور مجمع فدرال خواهان.
اما اگر به هیچ دلیلی به هیچ راه حلی نرسیم، یعنی بحث این باشه که همین است و همین و بالاخره باید بپذیرید، خوب میشه گزینه های دیگر را بهش پرداخت که الان من به اون گزینه ها نمیپردازم، ولی همه گزینه های ممکن است. اما در رابطه با اینکه ما چگونه پیاده میکنیم اندیشه فدرالی را در افغانستان، ببینید اندیشه همیشه مقدم بر عمل است، یعنی اول فکرها مسلح میشوند، مغزها مسلح میشوند، بعد دسته ها مسلح میشوند، به سخن ماکسیم گورکی نویسنده معروف روسی. به نظر من ممکن ترین و آسان ترین راه حل برای برون رفت از بحران موجود در کشور ما همین فدرالیسم است. نمونه‌هایش در دنیا وجود داره، مدرن است، دموکراتیک است. دانشمندان میگن که فدرالیسم جمهوری جمهوری هاست، یعنی آخرین ساختار سیاسی از بعض حکومت مطلقه، شاه مشروطه، جمهوری های عادی و فدرالیسم. بنابراین به گمان من این کاملا شدنی است، امکان پذیر است. همین الان شما میبینید که جریان های مختلف، رهبرهای کلان سیاسی افغانستان که در اینها رهبران اقوام هستند، پیام دادن و گفتن که خوب یک راه حل مناسبی است برای برون رفت از بحران. و به نظر من این هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ پشتوانه مردم برای ما اطمینان میده که انشاءالله به یاری پروردگار و حمایت مردم و بزرگان ما پیروز خواهیم شد. جناب استاد، سوال دوم متوجه شما بودن، بفرمایید ما در اختیارتان است. سوال خواستم اجازه بگیرم از همه دوستان یک تشکر خاص داشته باشیم از طرف خود و جمعی همکارای ما در مجمع فدرال خواهان، از جناب مارشال صاحب دوستوم، از جناب استاد عطا محمد نور و از جناب استاد حاجی محمد محقق و همچنین از پیام حضرت دادخواهانه افغانستان که پیام های حمایتشون را از تشکیل این مجمع و از ایده فدرال خواهی مطرح کردن. سپاس فراوان از همه بزرگان. در ارتباط با سوال جناب آقای نیازی، من دو نکته را عرض میکنم. اول اینکه خب من از نگاه شخصی، دوستایی که اطلاع دارن، بیش از 30 سال در مسیر فدرال خواهی گام گذاشتیم و تلاش کردیم. نمیخواییم جزئیات از اون را اینجا مطرح کنیم، اما اینکه در افغانستان چرا این نظام در نظام سیاسی افغانستان و در قوانین اساسی افغانستان به وجود نیامد، موانع چی بود، یک بحث بسیار طولانی است. این یک بحث سیاسی تاریخی است، در جای زیادی بحث شده. ما خودیم در یک کتاب به نام جستاری درباره فدرالیسم این موضوع به تفصیل در ده ها صفحه اونجا نوشتیم. اما میخوایم خیلی خلاصه خدمت شما بگیم، ما در افغانستان در طول بیش از 100 سال اخیر 8-9 قانون اساسی داشتیم. قطع نظر از قانون اساسی اول در دوره امانی و قانون اساسی دوم در دوره نادرخان، از قانون اساسی سوم که در سال 1343 در افغانستان تصویب شد در زمان ظاهرشاه، دقیقا از همین زمان دایه فدرالخواهی در افغانستان به صورت رسمی مطرح شد. و پیشتر یک اشاره کوتاه کردم، شما کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر جناب فرهنگ شادروان فرهنگ بخوانید، خود اونا عضوی هم کمیته قانون اساسی بود. اونجا میگه که طرح نظام فدرال مطرح شد، اما به دلایل ناموجه این طرح پذیرفته نشد. این در سال 43 است. بعد همینطور بیاین در قانون اساسی دوره داوود خان، در دوره سال 1366 دوره حکومت نجیب و قوانین اساسی بعدی تا این سالهای اخیر، یعنی سال 1382، ما خودم از نزدیک در جریان بودم. این دایه از طرف جمع کثیری از مردم، شخصیت ها، احزاب سیاسی مطرح شد. یعنی در طول 60 سال، یعنی از سال 43 و بعد حداقل، همیشه این دایه مطرح بود. اما خب اکثریت تایید نکردن. ما شما میدانیم قوانین اساسی از طریق لوی جرگه ها تصویب میشه، در لوی جرگه ها طبیعه بر اساس رأی و آرای اکثریت یک چیزی فیصله میشه. بحث و جدل های بسیار فراوانی بود، اسناد تهیه شد، اعلامیه ها، مصاحبه ها، آلی هم همه اونا موجود است، ثبت شده، ما اینا رو جمع آوری کردیم. اما در پایان چیزی که باید تصمیم گرفته می شد توسط تصمیم گیران زمان، مخصوصا حکومت های وقت، این ایده مورد قبول قرار نگرفت.
و به می جهت در قانون اساسی که داشتیم و نظام های سیاسی که تأسیس شد پذیرفته نشد. اما این به این معنا نبود که طرفداران فدرالیزم در افغانستان از داعیه خود صرف نظر کرده باشد یا اینکه این نظام ناکام باشد. همونطوری که پیشتر خدمت شما گفتیم، امروز در سطح بین المللی یکی از موفق ترین نظام ها نظام فدرال هست، به اعتراف همه صاحب نظران سیاسی و حقوقی و کارشناسان متخصص فدرالیزم در سطح دنیا. و حتی یکی از کارشناسان معروف گفته که در قرن 21 یکی از نظام های بسیار محبوب نظام فدرال خواهد. این حقیقت قضیه است. اما تأسیس مجمع فدرال خواهان هم بر این اساس به وجود آمده، قسمی که دکتر سید پدرام پیشتر گفت. ما تمام تلاش خود میکنیم که در سطح وسیع ملی از نو یک تفاهم به وجود بیاید و این دعایه به یک گفتمان کلان ملی تبدیل شود و تمام اقوام افغانستان، نمایندگان اقوام افغانستان با قناعت و با استدلال بپذیرند این نظام بهترین نظام و بهترین راه حل برای بحران افغانستان. تشکر. سلام و عرض ادب خدمت بانی پریخته دکتر سید، از اینکه برنامه را واقعا طرح کردین و برنامه ریزی کردین. قلبا به عنوان یک فرد افغانستانی و ازبک ترکتبار از ولایت فاریاب، از شبکه اجتماعی سوشال میدیا، از آدرس توران مزاحمت ایجاد کردیم و صحبت های ارزنده و نخبه هایی که در اینجا البته حضور داشتن، عرض سلام و ارادت داریم خدمت تک تک محترم و گرانمایی‌شان. بسیار صحبت های ارزنده بود. من البته مخاطب من جناب آقای دانش و جناب آقای پدرام، من و آقای دانش، اول جناب استاد دانش، شما در دوره معاونیت خود نظام متمرکز را تجربه کردید، آیا در دوران حاکمیتتان در معافل باز و بسته از بیکفایت بودن نظام متمرکز شکایت کردید که امروز مسئله نظام غیر متمرکز را به سطح فدرالیسم مطرح میکنید؟ البته این سوال من از جناب آقای دانش و سوالی که از جناب پدرام صاحب مطرح میکنیم که آیا امکان همپذیری در مورد تشکیل ایالات ها میان فدرالی خواهان وجود دارد و یا خیر؟ خبرگزاری راست که دو سوالی را مطرح کردن، فکر کنم مرتبط به همه، برای هر دو ما یک جای یک توضیح خدمت دوستان داریم. اول در دوره جمهوریت از سال مخزن 82 که قانون اساسی تصویب شد، ما چند موضوع مهم داشتیم. اولی که برداشتی که من داشتم و دارم هم در روز زمان هم حالا، حتی همو ساختاری که در قانون اساسی برای نظام افغانستان پیشبینی شده بود، حتی همو هم تطبیق نشد. یعنی اگر مطابق قانون اساسی ما پیش می رفتیم، یک بخشی از مسائل حالت غیر متمرکز می یافت. با عنوان مثال در قانون اساسی جمهوریت آمده بود شوراهای ولایتی در هر ولایت، شوراهای ولسوالی در هر ولسوالی، حتی شورای قریه ها. ما چقدر قریه در افغانستان داریم؟ متاسفانه فقط شورای ولایتی ایجاد شد، شورای ولسوالی ها در طول 18 سال به وجود نیامد، شورای قریه ها انتخاب نشد. و شورای ولایتی هم که تأسیس شده بود، من به خاطر دارم وکلای محترمی که در این مجلس هستم شاهد هستن، قانون شورای ولایتی ما تا آخر یک تصویب نهایی به خود نگرفت، چی در جانب حکومت چی در جانب شورای ملی افغانستان. و مصالحات هایی که باید به ولایات داده میشد، به شورای ولایتی داده میشد، که خود به خود از تمرکز کامل کاسته میشد، این کار نشد. و به می جهت حتی یک بخشی از مشران و جرگه افغانستان تا آخر ناقص ماند، چون یک سلس باید از ولسوالی ها انتخاب می شود، از شورای ولسوالی ها. و پارلمان افغانستان هم که آغازی به کار کرد، بایست نمایندگان مردم در هر دوره با ده ها
مشکل و مانع مواجه بود. منظورم این است که ما حتی اون نظامی را که در قانون اساسی پیش بینی کرده بودیم نظام فدرال نبود، ولی یک نظام نیمه متمرکز بود و اگر قوانین بعدی تصویب می شد از تمرکز بسیار شدید حتما کاسته می شد که نشد. قانون ارگان های محل رو ما داشتیم که باید صلاحیت ولایت ها در تنظیم بشد. شما قبول کنین در طول 18 سال این قانون مورد بحث قرار نگرفت. مسوده از این تهیه شد، گاهی در جانب حکومت تعلل بود، گاهی در پارلمان مشکلات بود، اختلافات به وجود آمد سر بعضی موادی از اون. یک قانون در طول 18 سال مسکوت باقی بود و یک قانون ارتباط مستقیم داشت به می عدم متمرکز سازی حداقل در بخش اداری. نکته دومی است که من از نگاه شخصی از امو سال اول تا آخره این نظر داشتم و تاکید میکردم که باید قانون اساسی افغانستان تعدیل شد و ما هر تغییری که میاریم به شمول نظام فدرال از طریق تعدیل قانون اساسی ایجاد کنیم، نه از راه به اصطلاح جنگ و تقلب و از راه های غیر مشروع و یا استفاده های گروپی و قومی و اینا. باید لوی جرگه قانون اساسی دایر می شد، نمایندگان مردم بدون شک از نو در باره نظام سیاسی افغانستان بحث می کردن، باید به یک توافق می رسید. این نظری بود که من در طول این سالها تاکید داشتم. ضمن از اینکه به نماینده خبرگزاری راست می خواهیم اضافه کنیم، نظامی که به وجود آمده بود در طول 20 سال یک نظامی بود بر اساس توافق در لوی جرگه افغانستان ایجاد شده بود و در امو حکومت یا در ساختار دولت تمام اقوام و اکثریت احزاب مشارکت داشت. یعنی همگی به یک شکلی اون نظام را ترجیح می دادن نسبت به اینکه دچار فروپاشی شویم، دچار انقطاع شویم یا کسی براندازی نظام را مطرح کنه. این یک چیزی بود که مورد توافق صریح یا ضمنی همه یا اکثریت و طبیعی است که من با اونان کسی که هم در تدوین قانون اساسی بودیم، هم در لوی جرگه بودیم، هم در حکومت بودیم، جزء همه چوکات عمومی بودیم که همگی سر از او توافق داشت. من از نگاه شخصی عالی هم میخواییم خدمت شما عرض کنیم، هرگز طرفدار فروپاشی و نظام نبودم، طرفدار براندازی نبودم و نیستم و تأکید ما این بود که همونطوری که عالی تأکید داریم، عالی هم در مورد فدرالیزم هم قسم که پیشتر دکتر پدرام هم توضیح داد، ما هرگز طرفدار جنگ، خشونت و تقابل و منازعات خونین بین مردم افغانستان و اقوام افغانستان نیستیم. تمام مسائل ما باید از راه منطق، استدلال و از راه مسالمت آمیز و معیارهای حقوقی بین المللی حل شد. رأی مردم باید در آخر معیار قرار بگیره. رأی اکثریت معیاری است که تمام دنیا او را میپذیره و ما هم میپذیریم. بنابراین من از نگاه شخصی طرفدار اصلاح و نظام بودیم و طرفدار تعدیل قانون اساسی و تحقق فدرالیزم هم از همین مسیر تعقیب میکنیم، نه از راه های دیگر. و آلی هم عیناً به من نظر هستیم. اما طبیعه قسمی که شما مطرح کردین که شما خلاف ناسیونالیزم افغانی حرف نزدین، خب من از کسایی نیستم که زیاد موضوعات تعصبات قومی و گرایش های بسیار تندی قومی و نژادی و اینا را دامن بزنیم. او بحث ها یک بحث های بسیار عمیق سیاسی حقوقی و تاریخیه که همه ما و شما از یک جد میدانیم. تاریخ حداقل چند صد سال اخیر افغانستان همه با خبریم که نظام ها چگونه آمده، سرنوشت مردم چگونه، مورد بازیچه افراد و گروپ های داخلی و خارجی قرار گرفته، همه میدانیم و یکی مشکل در کجا بودن. تمام اینا برای همه ما روشنه. خب به هر صورت، خب یک نکته دیگه اشاره کنیم که جناب آقای شایق اشاره داشت، خیلی کوتاه و ارتباطی باز با این موضوع داره. جناب شایق، فدرالیزم هرگز مبنای قومی نداره، به این معنایی که یعنی مربوط به یک قوم خاص باشه یا به ضرر یک قوم خاص باشه، به این جهت مبنای قومی نداره. اما از طرف دیگه مبنای قومی داره و او این است که
هدف فدرالیزمی است مناسبات قدرت بین اقوام و گروه های اجتماعی و فرهنگی حل شود به صورت عادلانه. از اون جد میتونم مبنای قومی داشته باشم و ای که در جلسه ما یا در پیام هایی که داده شده از بعضی اقوام ما حضور نداشتن یا کم داشتن، خب یکی از مشکلات همی است. مجمع فدرال خواهان افغانستان هم اصلا با می هدف ایجاد شده. ما بتانیم این دایره را تبدیل کنیم به یک دایره کلان برای همه. به این جهت ما خیلی خوشحالیم در این روز حتی میشنیم جمع زیادی از روشنفکران، فرهنگیان و حتی سیاستمداران پشت زبان ما تمایل دارن به بحث فدرالیسم، تمایل دارن به این که این بحث را و این موضوع را در بحث بگذارن، مورد بحث قرار بدین. شما میدانین که در افغانستان اصلا طرح فدرالیزم یا مطرح کردن این نام یک تابو بود و یک جرم تلقی میشد. اما امروز در خانه خانه ما، در همه حلقات سیاسی فرنگی ما، در بین همه اقوام به شمول پشت زبانهای ما فدرالیزم مورد بحث است. این یک گام به پیش است، یک موفقیت است و ما امیدواریم که این گام هرچی بیشتر و موفقتر برداشته شود. و ما از دوستای خود، از مردم پشت زبان افغانستان، مخصوصا فرنگیان اونا، استادان حقوق، دانشمندان اونا میخواییم که واقع بینانه به صورت منطقی درباره فدرالیزم اول مطالعه کنند. صرف با می شعار برخورد نشه که فدرالیزم یعنی تجزیه. در کجای دنیا فدرالیزم معنی تجزیه بوده؟ فدرالیزم برای جلوگیری از تجزیه است، نه به معنای تجزیه. فکر میکنم بعضی های شعار مطرح میکردن برای اینکه دیگرها را حداقل تخریب کنه و این دایه را، یا بعضی ها گفتن که فدرالیزم یعنی ملوک الطوایفی. در کجای دنیا فدرالیزم ملوک الطوایفی است؟ شما ببینید در مترقی ترین کشورها، همه شما علی دمو کشورها زندگی میکنید، در آلمان، در آمریکا، در استرالیا، در کانادا، در سوئیس، همه کشورها فدرالیزم به معنای ملک الطوایفی است، یا در روسیه، یا در کشورهای همسایه ما هندوستان و پاکستان و امارات متحده عربی، آیا فدرالیزم در کشورها به معنای ملک الطوایفی است؟ فدرالیزم نظاممندترین و قانونمندترین نظام در دنیا است، البته مشروط به اینی میشد که همه فرهنگ بپذیریم و این را قانونمند بسازیم و بر اساس یک توافق و آرای عمومی تبدیل کنیم به یک قانون اساسی و او قانون اساسی تصویب شود و مورد عمل قرار بگیرد. به هر صورت ما خیلی معذرت میخواهیم، حرفات در این زمینه‌ای قد زیاده که واقعا در چند دقیقه نمیشه همه صحبت ها را مطرح کرد. ما از رسانه های محترم خواهش میکنم و تقاضا موضوع فدرالیزم شما مطرح کنید در رسانه های خود، در میزگردها، در مصاحبه ها برنامه بگیرین، سوالات تنظیم کنین و این سوالات جواب داده شود، مورد بحث قرار بگیره. و مجمع فدرال خواهان افغانستان خواهان همی است که این دایره و این موضوع تبدیل شود به یک موضوع در میز همه رسانه ها و همه حلقات و احزاب سیاسی درباره این بحث کنند. در اون صورت است که ما کم کم به اون نتیجه مورد نظر نزدیک میشیم. سپاس مجدد، تشکر. ممنون جناب استاد محترم. آل جناب دکتر سپدرام به سوالات که متوجه شما بود پاسخ ارائه کنین. جناب آقای رحیمی، در رابطه با ایالات و مرزها بحث ما این است که آقای دارش هم فرمودن که خود مردمان ولایات ایالات به تصمیم بگیرن چگونه نامگذاری میکنن، زبانشان چی باید باشد، بیرقشان چی باید باشد، پرچمشان چی باید باشد، پرچم محلاتشان چگونه تقسیم بندی میکنن، کار دانشمندانشان خودشان است. ما حتی تخمین گفتیم که نو ایالت و دو ولایت خودمختار، استان خودمختار 11 بشود، اما نام نگذاشتیم برای اینکه در صلاحیت مجمع مؤسسانه و در صلاحیت خود نخبگان و در نهایت مردم این ایالت استان هاست. هر نامی که میگذارم برای ایالت خودشان محترم است و اونها تصمیم میگیرن، پارلمانهای محلیشان، حکومتهای محلیشان که چگونه بیرق محلی میسازن، چگونه ایالت میسازن، چگونه نام میگذارن اینا. اما تقسیمات هم ما از اونها را داشتیم، به گمان من کار بسیار دشوار نیست که نتوانیم بر سر تقسیمات ایالت های فدرال به توافق برسیم، خدا نکنه درگیر جنگ بشیم، نه چنین چیزی هم نیست. دکتر سمیدی بسیار خوب بیان کردن که گذشته این کشور زمینه های فدرالی داشت،
داشته و بتانه وجه بیان کرده ما را حل دانه برای این مسئله که انشاءالله دانشمندان ما این قضیه را باید حل بکنن. این یک. آقای شایق فرمودن که مسئله اخوان، بله استاد دانش پاسخ گفتن که ما افغانستان چون کشور چند قومی است که از مؤلفه هاش اخوان است، ورنه الزام نداره که حتما فدرالیسم حتما بحثش بحث قومی باشه. خیلی کشور هست بعضشان فرهنگی است، بعضشان اقتصادی است، بعضشان جغرافیایی است، از اون زاویه فدرال مطرح میکنن. در دنیای مدرن، در مدرنیته، من بارها به این مسئله پرداختم که برای اینکه به صورت دموکراتیک مردم مشارکت بکنن، حتی یک کشور تک قومی میتواند فدرالی باشد و باید هم فدرالی باشد. شما فرض بگیرید که این کشوری که ما هستیم تنها ازبکا زندگی بکنن، یا ترک‌تبارا، یا تاجیکا، یا پشتونا، به خاطر اینکه خوب مدیریت بکنین باید فدرالیش بکنین. ببینید من تنها تاجیکا رو مثال بدم، الان برای تاجیکا در ولایات مختلف چقدر تفاوت فکری وجود داره. تاجیکای غور یک مشکل دارن، تاجیکای بدخشان دیگه مشکل دارن، پروان کاپیسا دیگه مشکل داره، پنجشیر دیگه مشکل داره، نمیدونم فلان ولایت دیگه مشکل داره. شما این مشکلاتی که نمیتونه به تنهایی از بالا با نام رئیس جمهور یا حاکم حل بکنین، حتی تقاومی هم باشه، ساختار مدرن، تکثر، پلورالیسم سیاسی، فکری، عقیدتی، ایدئولوژیک، حکومت یک نگاه شما ساختار را دیسانترالایز بکنیم و در نهایت فدرال بسازیم. این بحث انتولوژیکش است، بحث هستی شناسیش است. افغانستان تقومی تاجیک ازبک تبار یا عرب تبار یا بلوچ تبار یا پشتون تبار باید فدرالی بشه. این بحث نظریش است که من فرصت ندارم به این مسئله بپردازم. بنابراین خب چون افغانستان چند خواهی است، مؤلفه‌اش مسئله اخوان است. استاد دانش گفتن خب در جایی که این حالات اقوام زیاد است اینطوری حل میشه و این به معنی این نیست یک قوم از یک جای به جای دیگه بره، کوچ و کبیر باشه فدرال اینا، نه وطنشون است، سرزمینشون است، هر کس هر کجای کشور بخواد زندگی بکنه در ایالت فدرال، در سرزمین فدرالی میتونه زندگی بکنه. سوال دیگری که بودیم بود که خب چرا به گفتمان تبدیل نشده، چرا کار داشته؟ الان این جمعی که هست معناش این است که فدرالیسم بحثش بسیار پیش رفته، یعنی الان مجمع فدرال خواهان تشکیل شده و این یعنی این که به گفتمان سراسری مبدل شده این بحث. چرا پشتون ها نیستن؟ این ربطی به این نداره که خود فدرالیزم این بحث نادرستی است. یه که در حلقات شرکت نمی کنم برای اینکه شاید منافعشان اینطوری است، یعنی منافعی که منافعی من چی باید بگم؟ غیر معقول. نه برادرانه، بس این است که هم اخوام در اینجا ساکنن، برابرم، برادرم، با هم باید زندگی بکنن. اگر اونا شرکت نمیکنن، من پیشنهادم برای مجمع این سطحان مجمع به این خواهد پرداخت که در آینده یک کمیسیون باید ما تشکیل بدیم که با نخبگان پشتون باید صحبت بکنیم برای یافتن یک رای حلی مناسب. یعنی ما نمیشه با پشتون ها قهر بکنیم با نخبگانشون. چرا؟ من چند پیش با آقای اون اینا بحث مفصل داشتم، 50 60 تن از نخبگان پشتون بودن و من با اونا صحبت میکردم. یعنی ما باید باب گفتگو رو از طریق مجمع فدرالیستا، مجمع فدرال خواهان با نخبگان پشتون در اولین فرصت باز یک اتاق مشترک فکری پیدا بکنیم که با هم بحث بکنیم که چی مشکل داره این فدرالیسم، این به ضرر کی است، به ضرر کی نیست. به نظر ما فدرالیسم به نفع همه اقوام است، به نفع احاد مختلف مردم این کشور است و مشکلی نداره. در رابطه با مسئله زنان، در رابطه با موضوعات دیگر، بعد خدمت شما عرض بکنم که یک سوء تفاهم اینجا وجود داره جناب رئیس جلسه که وقتی بحث میکنیم با نخبگان تاجیک، نخبگان بعضی از نخبگان ازبک، بعضی از نخبگان بلوچ، بعضی از نخبگان هزاره، میگن که خب حالا چی ضرورت به فدرالیسم واسه همین که تفکیک قوا باشه و نمیدونم بحث سر دموکراسی و حقوق شهروندی بشه مشکل حل نمیشه. حل میشه. مسئله این است که ما در اینجا الان که داریم بحث میکنیم، این که دخترها مکتب برند در گازه مکاتب باشه، خیلی روشن فکران پاشون مخالف نیستن با این مسئله. یک مسئله عام حقوق بشری است. هیچ کسی، هیچ آدمی عاقلی با درس خواندن زنان دختر رو مخالف نیست. موافقن که به درس بخونن. خیلی از پشتون‌ها با این دختر درس بخونن مخالف نیستن. ما با لید پشتون، با اون حلقات شوونیسی مشکل ما این است که اونا این بحث مطرح نمی‌کنن که دخترها درس بخونن نخونن. آقای مجاهد میگه که ما اکثریت این دولت پشتونی می‌سازیم. بس ما این است که با این خاک چطور مقابله بود؟ با اینکه زنان درد بخورن، ما با پشتون ها خیلی پشتون ها مشکل نداریم، روشن فکر با طالبانش مشکل داریم، اما این خواسته چطور حل میکنه؟ وقتی که آقای مجاهد میگه که 90 درصد یا 60 درصد 70 درصد پشتون است، دولت باید پشتونی باشه، کابینه باید پشتونی باشه، زبان باید پشتونی باشه و همه چیز باید پشتونی باشه، بقیه اقوام حاکمیت ما را بپذیرن، اینجاست مشکل ما. فدرالیسم این مشکل حل میکنه، این مشکل چیز در فدرالیسم در جای دیگه حل نمیشه. خواهش میکنم اینو خوب تفکیک بکنن روشن فکرای ما که ما درباره حقوق بشر کلا نداریم بحث میکنیم. خیلی از اشیاء حقوق بشری رو پشتونا باش مخالف نیستن جستار ما.
من این خانم و آقایان مخالفن، این آقای خلیلزاد مخالف است، این آقای ایکس وای مخالف است، نه درس خواندن، آمریکا رفتن، اروپا رفتن، دکتراشون درس میکنن. اما جایی که مشکل از تقابل ما بر سر تمامیت خواهی حلقات خاص پشتونی است، این مسئله هیچ رابطه با حقوق بشر نداره. فردا اگر مکاتب طالبان باز بکنن، بسیار معذرت میخوام، حجاب هم پس بکنن، در کابل بخوام با لباس های کوتاه هم زنا و دخترا برن، بخوان موسیقی و رقص هم باشه، سینما هم باشه، سر این مسئله ما با حلقات پشتون بر سر قدرت عدالت مشکل خواهیم داشت. این هیچ ربطی به واسطه مکاتب نداره. این لازم بود در رابطه با این مسئله بنابراین به تفکیک بشود. در رابطه با زنان شما یک بحثی خیلی خوب داشتین در یادمان شهدای اندرون، گفتین که مسئله زنان در فدرالیسم حل میشه. چرا در فدرالیسم حل میشه؟ برای اینکه ببینید در بامیان در مناطق هزارجات زنان چشنی کچارو دارن، موسیقی دارن، اسکی میکنن، نمیتونن تار میزنن، میبینید مدیرنن، درس خواندن، با سوادن. در بعضی مناطق دیگه سخت است، در مزار مشکل ندارن، در بدخشان مشکل ندارن، در یاد مثلا در کنر مشکل دارن. در مساقله مردم هلمند مشکل داره. اگر فدرالی بشود خواهران ما در مساقله میتوانند با اون رفتار و عادات و مساقهایی که در مساقله هست رفتار بکنن، در کلاس ها برن محجب باشن، درس بخونن، درس نخونن، قرآن شریف بخونن، نمیدونم علوم دیگه بخونن. ولی خب باز بدخشان و تخار و هرات که نمیشه محکوم کرد که شما اون کارو برید. آزادی زنان و حقوق در فدرالیسم تعمیل میشه که شما به بهترین وجه در جلسه شهدا اون رو بیان کردین و اون شما بهش پرداختین، اون گفتین شما. در رابطه با مسئله دیورند ببینید، مثلا نظر ما مسئله افغانستان مرزش مرز قابل دعوا نیست، بحث تمام شده است. باز اگر جای وجود داره بحث حقوقی میشه و کرد که متاسفانه ما هر بار صدا کردیم که حکام مقتدر بر سر افغانستان اون بحث سازمان مللی بکنن، مطرح بکنن، رفراندوم بکنن، نمیکنن. معناش این است که بحث به نظر یک بحث تمام شده است. من این از پایگاه کنگره ملی میگم، حالا نظر فدرالیسم باشه که ما کنگره ما حداقل من به عنوان مسئول کنگره ملی دعوای با پاکستان بر سر خط مرزی ما نداریم. در رابطه با این که دوست فرمود آقای شایقی، جناب مارشال دوستم، جناب استادتا یا جناب آقای محقق این حرفا که گفتن باز حاضر هستن دفاع بکنن، اینا خب پیام دادن، پیام مکتوب دادن، این پیام در اختیار ماست، تقیه که نکردن، وقتی که نکردن، خب معلوم است که بسیار شجاعانه آمدن و از این بحث حمایت کردن. بعد بحث فدرالیسم اشاره کرد جناب آقای دانش که از گذشته مطرح بود، آقای کارمل جمهوری متحده رو مطرح کرد، کارگران جوان آقای سامانی و آقای نمیدانم بزرگان دیگر کارا در جلسه بودن آمدن، اینا جمع اینا هم بحث فدرالیسم مطرح کردن، آقای نرگس هم کتاب نوشته کرد خدمت شما آقای مرام و دیگران. بعد مارشال سر دوستان در سالهای 70 کلا دکتر پیکان گفت آمدن بسیار روشن در برنامه جوش فدرالیسم مطرح کرد، آقای بدخشی به این مسئله پرداخته بود، آقای مرام استاد بازاری پرداخته بود، بس مطرح بودن. ولی الان بنا به اینکه این شرایط خاصی هست، این بحث جدی شده برنامه رای حل، الان برنامه یک برنامه آمده مطرح میشه. یعنی این بوده بس در زمانهای مختلف مطرح بوده که زشاش هم جمع دکتر سمیدی گفتن فرمودن. بنابراین به نظر من یکی از بهترین زمینه ها و فرصت ها برای پرداختن به این مسئله این که ما آمدیم در این مقطع مجمع فدرالیسم رو ساختیم، به سخن هیگل هیچ واقعیتی نمیتواند اتفاق نفتد مگر اینکه زمینهای واقعی برای بروزش وجود داشته باشه. بحرانی که ما فعلا داریم جز با فدرالیسم راه حل دیگری نداره. متشکرم برای اینکه مارشال صاحب منتظر ما صحبت را شنیدیم. دانش صاحب با هم دوستا که صدای ما را میشنود سلام احترامات تقدیم میکنه، بالخصوص در شما و پدرام صاحب و همه دوستا تشکر سپاسگزاری میکنیم. برتباط نام فدرالیزم صحبت ها بود، بحث بود، ما خواستم که از همه خاطرات گذشته خود ما یک یاد کنم. اینجا ما جلسه داشتیم، خداوند جایش جنت کنه، با عمر طیب مسعود جلسه طولانی داشتم، با استاد صاحب مزاری، دیگر رهبرای سیاسی. بعد از سقوط افغانستان حکومت دکتر نجیب، رای حل یعنی چی هست؟ باید چی شوه؟ آینده چرا رقم یک نظام بیایم و همه مردم ملت چیره خدا با اون نظام ببینه؟
ما با اونا همه فدرالی را در طرح مطرح کردیم. یادم نمیره که در یک موضوع یک خندق ارتباطی بگویم ما امور صاحب بودم در تپه سرخ با ما گفتگیش دیادم از جنرال صاحب گفت دیگر غیر از فدرالی دیگر رای حل نیست افغانستان. استاد صاحب مزاره قطعه طولانی صحبت کردم گفت که دیگر رای غیر از فدرالی نیست. ما با اینا برتباط ساختار حکومت آینده در کابل چه میشه چه نمیشه صحبت های داشتیم. به خاطر ما باز جنبش تشکیل دادیم. در او جنبش استاد محقق استاد وطا همگی معاونی ما بود، معاونین حزب جنبش بود، معاونین شورای عالی نظامی بود. همگی ما فیصله کردیم که افغانستان باید نظام با وجود بیاید که غیر متمرکز باشه، یعنی فدرالی. ما هنوزم دمی عقیده هستیم اگر دنیا، اگر افغانستان مشکلش دائم حل فصل بکنه، دائم به این رقم کشمکش ها و دربدری بدبخت ها گرفتار نشویم، یک سیستم غیر متمرکز در افغانستان رای حل است. غیر متمرکز یا فدرالیزم در افغانستان طوری تبلیغ کردن که گویا که تجزیه هست، گویا افغانستان جدا، افغانستان تجزیه میشه. این گپا همه این تبلیغات هست. اینمی ماید بپان افغانستان تجزیه نمیشه، بلکه افغانستان متحدتر بسیج و بسیجتر میشه. به این خاطر به شما خواستم یک وقت کوتاه شما را بگیریم که اولین کسای مجموعی مجاهدین به شمول مزار زب به شمول استاد صاحب عطا یا استاد صاحب محقق و همشه محسود استاد صاحب ربانی دیگه هم طالب برادر جمعیت چه خندار بود چه در جلبات به این گپ ما مردم ما از جمله بازمانده های همه رهبر هستیم. به این گپ توافق کرده بودم رای حل امیت ما از دانش صاحب، از پدرام صاحب، همه پدرستای که هست مبارده جوانا رای حل امیت. غیر از او امروز این جنجال حل کردیم، سبا یک جنجال دیگه برپا میشه. امروز دیرک به ما خاطر ما خواستم که در این جلسه شما مشارکت بکنیم، نظر خدا بگوییم. نظر ما نظر مجموع رهبرای امین جهادی خداوند جایش جنت کنند امروز نیست، نظر امناست. این را باید دوام بتیم، مبارزه بکنیم. جز از ازی هیچ رای حل دیگر به خاطر حق میگم، حقوق میگم، عدالت میگم، ما نمیتونم رای دیگر بیافم. تشکر همشرا ما همه که نظر داشتیم.
جناب مارشال صاحب محترم، خیلی ممنون شما به قسم تاریخ زنده افغانستان یادداشت‌های خیلی تاریخی را، هرچند کوتاه ولی خیلی مختصر و اما تاریخ اصیل حداقل 50 سال آخره که از همه بزرگان که چی حیات هستند و چی فردوس برین جایشان باشه حضور ندارن، یادداشت‌هایی را که شما گفتین دال بر امو تاریخ زنده 50 سال آخر افغانستان میکنن. بسیار زیاد تشکر از حضور شما و افتخار بخشیدین که در آخرین لحظات برنامه آمدین و هر کلمه که شما گفتین نمایندگی از تاریخ افغانستان میکنه و مردم به او احترام و ارج قائل هستن. بسیار تشکر جناب مارشال صاحب محترم. دوستان، سروران گرامی، همه خواهران و برادران، از حوصله مندی همه شما ابراز سپاس و تشکر، از اشتراک گسترده و جمعیتان که بیشتر از 300 و بیشتر از او گاهگاهی من دیدن هم میتونستم، مردم افغانستان از گوشه و کنار افغانستان، از داخل افغانستان اشتراک کردند، افتخار بخشیدند و ایدائیه را امو حقانیتش به تمثیل آوردن، نشان دادن که مردم چقدر طرفدار از این دایه و آرمان است. از رسانه های محترم، از همه برادران و خواهران ممنون و سپاسگزار استم از حضور گرم و حوصله‌مندیتان که جلسه ما بیشتر از 3 ساعت اگر غلط نکرده باشم فکر میکنم که ادامه پیدا کردن، و در ضمن دستانی را که بلند میبینم و کسانی که به مسیج روان کردن، پیام خانه پیام گذاشتن که نتانستیم سوالات از اونا را بگیریم، معذرت میخوایم. اما مژده و نوید بسیار نیک ایست که فدرال سالها از آدرس مختلف، از انجراهای متفاوت و مختلف شنیده شده به صورت پراگنده، ولی امروز خوشبختانه با اعلام موجودیت مجموعه فدرال خواهان افغانستان یک دروازه واحد بروی تمام مردم افغانستان باز شده و یک آدرس مشخص در خدمت شماست که به قول استاد محترم دانش صاحب این همه سوالات به یک نشست 3 ساعته ختم نخواهد شد. اما مهم ایست و خوبی مسئله ایست که شما و ملت غیور افغانستان، مردم سربلند افغانستان در 4 گوشه جهان و در داخل افغانستان یک دروازه مشخص و آدرس مشخص فعلا به نام مجموعه فدرال خواهان افغانستان در خدمت دارن که انشالله به زودترین فرصت شما پیامای خوش را از جمله داشتن قانون اساسی فدرال خواهان افغانستان در خدمت خواهد داشت. ممکن زمانگیر باشه، اما یکی از اولویت های این مجموعه است که یک پیام و نوید خوب است که برای نسل آینده یک آدرس و یک سند معتبر در خدمتشان خواهد بود. ممنون از نظریات همه تان. باعث کسی که به نمایندگی از مجموعه مؤسسان از مجموعه فدرال خواهان در خدمتتان بودم، باعث برگرداننده برنامه که البته ما هم عضو کوچک هیئت مؤسسان هستم، کمی ها و کاستیا و تلفظ نام و فراموش کردن نه شریک نکردن نام در برنامه اگر بر ما بوده معذور بدارین. با امید از اینکه در برنامه های بعدی روی اسکرین ما چون دایم دایه برابری است، اما تو تعداد خانما و برادرها برابر و مساوی باشند. با امید موفقیت همه سربلند و سرفراز باشین. شبتان خوش در کشورهایی که شب است، در کشورهایی که روز است روزتان خوش باشه. سلامت و سرفراز باشین. با امید یک افغانستان آزاد با داشتن نظام فدرالی. اوقات خوش داشته باشین.